سلام عزیزان حالتون چطوره خوبید ها؟ پر انرژی برگشتم ولی خوب متاسفانه کانالم یه مدتی بند شده بود خیلی خیلی ناراحتش بودم کامنت میومدید میذاشتید نمیتونستم جواب بدم نمیتونستم ویدیو آپلود بکنم و خیلی خیلی از این موضوع ناراحت بودم اما پر انرژی برگشتم انشالله زود به زود براتون ویدیو آپلود میکنم که عقبوندگی موندگی درسیتون رو جبران بکنید و ببخشید که نتونستم کامنتار رو جواب بدم بی معرفتی از طرف من نبود و واقعا دیگه این بدترین بلایی بود که میتونه سری آدم بیاد که حرفش رو بخواد تعطیل بکنه به مدت چند ماه ولی خب اینجور اتفاقا فقط توی کشور ما میفته متاسفانه اما نمیخوام راجبش حرف بزنم و انرژی منفی بدم انرژی مثبت رو میدم بهتون که انشالله آغاز بکنیم درس آخری که بچه ها براتون آپلود کردن درس سی و پنجم بود میریم سراغ درس سی و شیشان. خب عزیزان درس امروزمون راجع به چی هست؟ My country یعنی کشور من و بخش اول رو امروز درس میدم بهتون بخش دوم توی ویدیو دیگه انشالله خدمتون عرضه میشه اه, جیاغرفی جیاغرفی میشه همون جغرافی به کشور برزیل هست و یه سری لغت خواسته بهتون یاد بده خب بریم متن رو با هم دیگه بخونیم ببینیم راجب چیه برزیل is enormous بچه اینورمس یعنی خیلی بزرگ The Atlantic Ocean is in the east چرا وی میگیم این دوتا رو دی گفتم الان چون بعدش چی اومده حروف صدادار خب اوشن یعنی اقیانوس پس میشه اقیانوس اطلس اتلانتیک اوشن از این دی ایست ایست یعنی شرق شما الان اگه دقت بکنید به اینجا قسمت شرقیش ما چی داریم؟ اقیانوس اطلس رو داریم اوکی؟ خب The coast بچه ها coast میشه اون بیشتر خط ساحلی اون جاهایی که شنو ما و ماسه چیزا هست رو ما بهش میگیم بیچ دقت بکنید اینجا گفته great beaches اوکی بیچ هم میشه ساحل مون بیشتر اون شن ماسه حسابه اما کوست بیشتر اون خط ساحلی هست که مرز آبی و خشکی رو برای ما مشخص میکنه خب پس اینجا چی گفته the coast is 3000 kilometers long یعنی درازای این مرز رو خواسته مرز آبیه رو بهتون نشون بده دیگه و اینطوری بیانش میکنیم In the north, south and west خب بچه ها west یعنی قرب south یعنی جنوب و north یعنی شمال There are borders border یعنی مرز with 10 different countries یعنی با ده تا کشور متفاوت برزیل مرز داره فقط. The longest river, river یعنی root, is the Amazon. چرا دوباره the؟ چون بعدش حروف صدا دار داریم. And متاسفانه یه اسم هست Pico de Neblina. یه همچه حالتی اسپانیاییه دیگه. Is about 3,000 meters high. یعنی ارتفاش 3,000 متره. It's the highest mountain in Brazil یعنی بزرگترین کوه در برزیل هست Many of the major cities بچه major یعنی اصلی میگه خیلی از شهرهای اصلی are on the coast یعنی در اون همون خط مرزی ساحلی هستند But not the capital Capital یعنی پایتخت پایتختش کجاست؟ برزیلیه The most famous city is Rio de Janeiro. یه همچین چیزی خودشون میگن همون ریو دو Janeiro خودمون دیگه. چون اسمش دقیقا انگلیسی نیست تلفظ خاصی نمیتونیم برش بذاریم و famous یعنی معروف okay? Uh, which has sugar loaf بچه ها, sugar loaf میشه کلغند mountain یعنی کوهای کلغندی داره and کرکووادا uh, یه همچین چیزی با زمین اسپانیایی هست پلاس سام گریت بیچز بیچز گفتیم همون ساحل میشه تا قسمت شنوماسه اگرم مرزی بود که میشد کوست مرز مشخص کننده منظور هست لایک like کوپاکابانا یه همچین حالتی دوباره این اسمه It is very popular with tourists خب من یه چیزی فقط بچه ها راجب پاپیولر بگم پاپیولر میشه اون معروفی که در واقع محبوب هم هست اما فیمس فقط جریان معروفیت رو داره محبوبیت رو ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه اصلا این منظور ما در این کلمه فیمس نیست خب ولی پاپیولر حتما مثلا دوست داشتنی خواهد بود یه همچه حالتهایی من یکم برم بالا که اینجا رو براتون معنی بکنم enormous که گفتیم very big خیلی بزرگ معنی میده huge هست اون در واقع سینونیمی که براش داریم uh, 3000 kilometers long" یعنی uh, from one end to the other یعنی از یه جا تا یه جای دیگش um, که درازاشو میخواست نشون بده که مشخص بود ولی اینجا گفته 3000 meters high". که میشه from top to bottom یعنی از نوکش تا تهش سه هزار متره A mountain is high not tall ما برای کوه های در نظر میگیریم که میخوایم اون بلندیش رو نشون بدیم دیگه تال در نظر نمیگیریم این لغت رو براش غلط major که گفتم میشه اصلی لارج and important یعنی هم بزرگه هم مهمه کپیتال که گفتم همون در واقع مهمترین شهری کشور به نام پایتختش دیگه a city where a country has its government یعنی در واقع شهری که دولت یک کشور توش قرار داره famous میشه معروف if something is famous many people know about it همه مردم میگه اگر چیزی famous باشه همه راجبش میدونن Rio is famous for carnival okay? به خاطر کارنوالش معروفه uh, و بیچ رو هم که بهتون گفتم An area of sand next to the sea For example, Copacabana okay? Uh, یه اسمه و popular هم که یعنی مشهور دیگه If something is popular, many people like it میگم همون معروفیت رو داره منطقه دوستش هم داره این از بخش اول درس بخش دوم تیه ویدیوی بعدی انشالله خدمتون قرار میگیره فقط بچه هایی خواهشی ازتون داشتم ام... کانال رو که معرفی میکنید این رو هم به دوستاتون بگید که لطفا دانلود نکنن مخصوصا توی ساله اول بچه ها برای اینکه یوتیوب به درامت زی برسه باید 4000 ساعت واچ تایم بخوره و اگر شما همتون همون ثانیه اول یک کپی لینک بگیرید و بخواید دانلودش بکنید متاسفانه کانال به درآمدزایی نمیرسه و از اون ور ویو نابود میشه اصلا کلا داستان میخوره اگر هم خواستید دانلود بکنید حداقل یک بار توی تایمای بیکاری تو مثلا لپتاپتون رو بذارید همینجوری پخش بشه اوکی یه همکاری رو با من داشته باشید همونطور که من سعی میکنم واقعا ویدوها بی نقص باشن شما هم این لطف در حق من بکنید خیلی خیلی ازتون سپاس گذارم تا ویدئوی دیگر بدرود خدا نگرد